با برنامه شبهای شعر در مجموعه آوای بوف در خدمت شما عزیزان هستیم. امشب با جمعی از شاعران و نویسندگان در طی ساعات آینده در خدمت شما عزیزان خواهیم بود، همراه با شعرخوانی عزیزان، و امیدوارم که بتونیم شب خوب و پرباری رو با هم داشته باشیم. همونجور که میدونید، هفته گذشته قسمت اول این برنامه از طریق مجموعه آوای بوف برگزار و منتشر شد و عزیزان به شعرخوانی پرداختند که لذت وافر رو بردیم. امشب هم با یک سری از عزیزان نویسنده و شاعر در خدمت شما خواهیم بود طی ساعات آینده. اجازه بدید که من دوستان رو یکی یکی دعوت بکنم که بیان در برنامه تا بتونیم از حضورشون استفاده کنیم. من تا بتونم دوستان رو دعوت بکنم توی برنامه. عزیزان که حضور دارند، حامد جان اگر توی لایو هستی یه اینوایت بده. البته من اینوایت فرستادم برات، فقط باید اکسپت کنی. اگر تشریف داری اکسپت کن که با هم برنامه رو بتونیم شروع بکنیم. تا دوستان میان وارد برنامه بشن، من یوتیوب و فیسبوک رو هم از همین طریق راه اندازی کنم. عزیزانی که از طریق یوتیوب و فیسبوک میخوان به ما بپیوندن و برنامه رو مشاهده بکنن، بتونن از اون طریق با ما همراه باشن. اجازه بدید که امشب در خدمت استاد عزیز جناب حجبی هم خواهیم بود. اجازه بدید من پیداشون بکنم، دعوتشون بکنم. اگر لایو باشن تشریف بیارن بالا که بتونیم در خدمتشون باشیم. حامد جان من اکسپت کردم، اگر در لایو هستی. تصویر داریم؟ تصویر نداریم، فقط صدا داریم. سلام. خوبی حامد جان؟ من تصویر تو متاسفانه فعلا ندارم، ولی خب صدا تو دارم. تصویر نداری؟ تصویر سیاهی از تو من الان دارم. اجازه بده این چیزی هم از دست ندادی، مهم نه. خواهش میکنم، به هر حال تصویر تو برای ما ارزشمنده. اجازه بده من، خب میخوای خوشوبشی بکن تا من یوتیوب رو راه بندازم. البته امیدوارم که تصویرت هم بیاد، اگر نیامد مجبوریم که دوباره اضافه کنیم تا دوباره. آره میتونی اگر یه بار دیگه وارد بشی به برنامه، فکر میکنم اونجوری بهتر باشه. درود بر جناب حجبی عزیز، وقت شما به خیر باشه. خیلی خوشحالم که برای اولین بار به صورت تصویری با شما برنامه داریم. صدای شما رو همیشه داشتیم ولی تصویر رو نداشتیم. خیلی ممنون، قربانت برم جناب آقای قرداغی گرامی خودم. خواهش میکنم، ارادت دارم خدمت شما. قربانتون برم، قربانتون. خواهش میکنم. خب جناب حجبی، یه دو تا مجموعه از شما توی آوای بوف ما منتشر کردیم و مجموعه سوم هم قرار هست که به زودی منتشر بکنیم. ابتدا میخواید یک کوتاه در مورد مجموعه های معرفی و توضیحی داشته باشید، بعد بپردازیم به اشعارتون. 100%. چشم. این من تقریبا در کم کم در 69 سالم میشه، یه ما دیگه کمتر از یک ما دیگه.
پس جوان هستید. بله بله. و از دوره تقریبا 17-18 سالگی 16 سالگی من می نوشتم، اما یک دوره 10 ساله سکوت کامل شد در نوشتن من. بله. تقریبا از شایدم بیشتر، شایدم در بیشتر از 10 سال، تا در سنهای 37-38 سالگی من دوباره شروع کردم به نوشتن. کارایی که این دو مجموعه که منتشر شد، من در دو زمینه، هم به صورت شعرهای به اصطلاح مدرن یا شعر نو، حالا یا با اوزان شکسته یا به شکل شعر سپید، در هر دو می نوشتم. ولی بعدن هنوزم می نویسم، گاه گاهی می نویسم. مجموعه اولی که منتشر شد، بخشی از همون بر پلک باران خورده یه زمین، بخشی از اون نوشته ها بود در اون زمینه ها. ولی بعدن به صورت شعرهای کلاسیک بیشتر می نویسم من این روزا. اکثر تقریبا کارام شعرهای کلاسیک شده. و مجموعه دوم که چیز بود، لنزه های زندگی بود، بیشتر در جنبه های عاشقانه است، برای همین بود. ولی حالا مجموعه سومی که فرستادم، اینها تقریبا بخش بیشتر یه جنبه های اجتماعی بیشتر توشه، بیشتر حالت فکاهی و اینام داره. تو بخش چهارمم براتون بفرستم به زودی. بحبه بی صبرانه منتظریم که مجموعه جدید رو هم بشنوید. تقریبا گفته این دفترهای من در طول همه این سالها پخش بوده. الان من تقریبا چندین ماه تو خونه تمام سوراخ سنبه ها رو دارم میگردم اینا رو پیداشون کنم، تایپ کنم. این مجموعه چهارم تقریبا همون هاست که تازگی ها پیدا کردم که پخش شد. این به اصطلاح حالا اون مجموعه اول دوم یک مقداری به خاطر اشکالاتم از خودم بود، چون ناشیانه رفتار کردم، یک سری شعر یه تکراری و اینا داشت که حالا خدمتون فرستادم که اونا تصحیح شده. و مجموعه دومم یه چند تا تکراری داشت، اونا هم حذف شده، اونا هم به زودی دوباره خدمتتون ارائه میشه برای بارگذاری مجدد. ولی بعد از اون دیگه مطمئنم که دیگه اشکالات نه از جانب من نخواهد بود، که کار شما رو راحت تر کنه. بسیار عالی، خیلی خیلی ممنونم. حامد جان شما تصویرت همچنان نیست، من فقط یه تصویر سیاهی از شما دارم، نمیدونم یه اشکال از کجاست دقیقا. خیلی دوست دارم که تصویرت هم باشه که ما نمیدونم حالا دوستان دیگه تصویر منو دارن یا چجوریه نمیدونم. یه بارم خارج میدم دوباره. توی برنامه در واقع دوستان شما رو ندارن، یعنی چیزی که من اینجا تو خروجی برنامه میبینم شما رو ندارن، فقط من یه تصویر سیاهی از تو میبینم و توی برنامه نیستی، یعنی تو خروجی برنامه نیستی، فکر کنم فقط من میبینم. میخوای دوباره وارد بشو تا ببینیم چطوری؟ من خارج میشم دوباره ببینم چه. آره فکر کنم اونجوری بهتر باشه. بله خب جناب حاج ابری میخواید یه شعری از اشعار مجموعتون دیگه بخونید تا ما استفاده کنیم و از امنه اینکه دوستان هم به ما بپیوندن. این شعر فکر در مجموعه اول دوم نیستش، ولی این شعر یه کمی فکر کنم یه دو سه سال پیش من نوشتم، یادم نیست تاریخش. داشتم کفترکی خوشپر و بال، به سپیدی ز نسب تخمه زال، جلب گشته به سر خانه ما، کرد خوب بر سر کاشانه ما، داد پر وقت سحر بر سر موج، بال بگشوده شده نقطه به اوج، لیک از بخت بدش دولت وقت، گشت مشکوک به رفتارش سر. شب یک شنبه به ماه آبان، هور خسبیده و محبوب تابان، چند مأمور به رسم مأمور، مشت بر در زده و ضد اصول، بشکستند در خانه ما،
زیر و رو کرده همه خانه ما. عاقبت در گل و زنجیر کشان کفترک را ببردند گران. بعد چندی جسدش دادند پس، خودکشی کرد کبوتر از تن. خیلی عالی بود، خیلی عالی بود، متشکرم. خب جناب ابوعلی نژاد، شما حذف شدید متاسفانه، امیدوارم که دوباره بتونید وارد بشید به برنامه. حامد جان من تصویر شما رو دارم ولی به صورت قطع و وصل. اینترنت ضعیف رو میده و آقای ابوعلی نژاد هم که قطع شدن، اومده بودن توی برنامه متاسفانه قطع شدن. دوستانی که قرار بود شرکت کنن توی برنامه، آقای محمد بدی، خانم نفیسه خطیبی و آبتین پوریای عزیز و آقای ابوعلی نژاد و همچنین آقای هادی میرزایی، بله فکر میکنم آقای هادی میرزایی رو داشته باشیم چند دقیقه توی برنامه، خالی از لطف نباشه. قاسم جان الان تصویر من هست؟ الان یه تصویر ثابت از تو داریم. خب صدات هست، نمیدونم چه تلس میافتاده امشب توی برای نمیدونم اینترنت اینجا یه ذره هم هوا آخه چند روزه به هم ریخته، شاید هم اونم بی تاثیر نباشه. آره احتمالش هست. من میخواستم بگم به اون دوستانی که اضافه گفتی برای شیرخانی، محمد رضایی هم هستش، اگر حالا در فرصت مناسب زحمت بکشیشون هم در خدمتشون باشیم، از اشعار زیباشون لذت ببریم. بله حتما حتما. اجازه بدید دوستانی که اضافه میشن، من فکر میکنم که آقای میرزایی اضافه شدن ولی تصویرشون رو من هنوز ندارم. اگر صدای منو میشنوید درود بر شما. خب ایشون هم قطع شدن متاسفانه، مثل این که دوستانی که از ایران دارن وارد برنامه میشند یه مقداری به لحاظ اینترنت مشکل دارن. اجازه بدید آقای محمد جناب آقای محمد بدی درود بر شما، خیلی خوش آمدید. درود بر شما، خوشحالم که در خدمتتون هستم. از ادب دارم خدمت همه دوستان، هنرمندان گرامی، دوستان حاضر در لایو. خیلی خوشحالم آقای قره‌داغی، من مدت‌های طولانی هستش که از محصولات آقای بوف استفاده می‌کنم، چون معتادم به کتاب خوندن. حالا اینجا سر کار نمیشه کتاب خوند ولی میشه شنید. اینه که من همیشه دعای خیرم همیشه پشت پناه شما و مجموعه دست‌اندرکاران اونجا هست، دعاگوتون هستم. هیچ شناختی هم نداشتم از شما و دوستان دیگه که این مجموعه رو میگردن، برای همین خیلی ذوق‌زده هستم که شما رو زیارت میکنم و بهتون درود میفرستم. خسته نباشید. دست مریضات. خواهش می‌کنم. ممنونم از لطفی که دارید، خیلی خوشحالیم که این فعالیت ها برحال مفید بوده. خب در خدمتتون هستیم، شعر قرار بود بخونید. بله بله خواهش میکنم. فقط من یه خواهشی داشتم به خاطر اینکه خب این ساعت برای عزیزانی که تو ایران هستن روز تعطیله، ولی ما که این طرف هستیم الان از سر کار دارم در واقع شرکت میکنم تو این برنامه، دو تا شعر میخواستم تقدیمتون بکنم. خواستم خواهش بکنم اگر در مقدور باشه من زودتر در واقع شعرامو بخونم و بعدا ادامه برنامه رو ضبط شده که میذاریم توی صفحه اینستاگرام بعدا تماشا کنم، چون یه کمی مشکله که من کل برنامه رو بخوام حضور داشته باشم. بله حتما، اتفاقا خب دوستان زیادی قرار هست برنامه اجرا کنم، متاسفانه برنامه این اینستاگرام هم بسیار محدود و 4 نفر بیشتر رو به ما اجازه نمیده. طبیعتا همین جوریه که دوستان دیگه هم بتونن شرکت بکنن، خیلی خوشحال میشیم که شعرتون رو بشنویم و لذت ببریم. زنده باشه. شعر اول
در قالب در واقع شعر کلاسیک خودم یا شعر کهن هست، یه شعری است برای کشور عزیزمون ایران، عنوانش هست پاینده باد ایران. و نمیخوام حواستون پرت بشه، ولی اگه حروف اول بیتارم جمع بکنیم به همین عبارت پاینده باد ایران میرسیم. امیدوارم که حالا اینترنت قطع وصل نشه کامل بشه اجراش کرد. پاینده باد ایران. پر می کشد همار دلم سویت ای وطن، گویی ز شوق بوی تو جان می رود ز تن. ای مرز پرگوهر که جهان وامدار توست، این اشک دیدم همه از حال زار توست. یاران یک دلت همه چون دود در فغان، آواره و غمین و پراکنده در جهان. نامردمیست سکه بازار ناکسن، بیچاره مردمی که به کردار بد نشان. دردا که آفتاب بلندت غروب کرد، وا حسرتا زین شب بیمار تا به سرد. هر نوگل جوان که نشد رام بر درش، زخاک پیر می شکند کاسه سرش. بر پای دار شد همه مردان پایدار، پژمرده گشت باغ و زمستان شد آشکار. افیون و دود برده یلانت زحال خیش، سستی و خواب همدم آن مردم پریش. دزدان نابکار دغل سرخوشند و مست، در جامشان شراب ولی خون مردم است. آن شیر پرخروش و دمان روی پرچمت، در بند روبهان شده چون نای از غمت. یزدان گریست با غم فردوسی بزرگ، صد پاره گشت دامن شهنامه سترگ. رودابه ها به بند و دگر رستمی نزاد، سهراب ها کشته بود. جوانه هست نابود با دشمنتی خاک زرفشان، جاوید و سربلند تو ایران من به من. به به، بسیار عالی بود، بسیار خیلی ممنونم. بله، بر پای دار شد همه مردان پایدار. بسیار عالی بود، لذت بردم، ممنونم. شکر، خیلی ممنون. خواهش میام حامد جان، شما میخواید یه شعر بخونید؟ من خیلی دوست دارم شعرهای شما، به قول دوستان کوتاه هست، در بین برنامه شعر از چند تا شعر از شما هم بشنویم و دوباره برگردیم به آقای بدی. لطف دارید حالا اگر این فرمه چشمانی شعر کوتاه میخونم تا دوستان دیگر هم فرصت کنن شعر. گدازه ها از کوه بالا می روند، رودخانه به سرچشمه برگشته است. سنگ ها از روی خاک بر می خیزند و خوشنویس نام هایشان را پاک می کند. کفنت را در بیاور و یک بار دیگر آخرین پیراهنت را بپوش. ممنونم. مرسی، ممنون، عالی بود، متشکرم. شعرهای کوتاه تو همشون در واقع یه جورایی امپیتری میشن دیگه، تمام مطالب جمع میشه توی یک سری کلمات خلاصه شده، واقعا لذت میبرم. خب جناب بدی، شعر دومتون رو در خدمتتون هستیم. خیلی ممنون، تشکر. دومی در قالب شعر معاصر هستش و ازش متفاوت نسبت به اولی. عنوانش هست حال ساده. گفتم که پرسیدم از معلم خود در کلاس درس، آقا اجازه هست بار دیگر بگوی کان حال ساده چیست؟ نیمی ز وقت من گشته است صرف خواندن افعال ماضیم، و نیم دیگرش در استراب خواندن آینده شد زده است. غافل شدم زهار، آیا اجازه هست؟ بار دیگر بگو کان حال ساده چیست؟
گفتا معلمم با خنده‌ای به لب، درس زمان حال خود درس زندگی است. هرچند حال ساده شده نام این زمان، اما این درس ساده نیست. در رهگذار عمر که خود می رود به سر، باشد ترا قرین اینجا دو هم سفر. این یک ز پیش می رود و پرز استراف، آینده است نامش و آکنده از هراس. وان دیگری گذشته پر آه و حسرت است، با کوله بار رنج می آیدت ز پس. آن موی نقره فام که چون برف کوه سار، خوش کرده جای بر سر پیران سالدار، باشد یکی کلاه که آینده دغل، در رفت روزگار بگذاردت به سر. وان پیچ و تاب خورده خطوطی که چهره را، چون نقش شور زار ترک خورده می کند، خود ارمغان دشنه تیز گذشته است، که در گذار عمر ردش به یادگار بر رخ نشسته است. تنها پناه امن همان حال ساده است. جان کلام این که اگر داشتی غلط، در درس فعل ماضی و درس گذشتهت، یا اگر هراس و بیم ز فردای ناپدید، چون بختکی پلید بنشسته بر دلت، در افتخیز این ره کوتاه زندگی، غافل مشو زهار که نیز بگذرد. خیلی ممنونم. خیلی عالی بود که این نیز بگذرد. خیلی ممنونم، خیلی لطف کردید. حالا بیشتر از این نمیخوایم مزاحمتون بشیم، چون سر کارم هستید. خب شرایط کارتون هم چه جوریه؟ مشکلی پیش نیاد توی سر کارو با این شرایطی که حالا دشوار هم بود براتون. خیلی خیلی ممنونم که لطف کردید و توی برنامه شرکت کردید و استفاده کردیم از شعراتون. تشکر می‌کنم دوستان، باعث افتخار بنده بود در خدمت شما و دوستان باشم. من به امید خدا بعداً ضبط شده‌اش نگاه می‌کنم، با اجازهتون مرخص می‌شم و قدردان و سپاسگزار هستم که این فرصت به من دادین تا در خدمتتون باشم. خواهش می‌کنم، موفق و معید باشید. برقرار باشید. متشکرم. خب جناب اوجبری، من تا از دوستان دعوت میکنم تشریف بیارن، خیلی خوشحال میشم که از شما شعر دیگری بشنویم. شعرهای شما رو من دوست دارم. چشم، این شعر تقریبا جدید نیستش، ولی فکر کنم سال پیش من نوشتم اینو. امید انگیزه. برا ای عشق ای مین سرشتم، بکن آرام خنگ سر نوشتم. بگو قمریز کوهستان کجا شد، چرا بوران و سرما این بلا شد. گل یاسم چرا پج مرده گردید، دمن را گو چرا دل مرده گردید. شقایق بین گریبان چاک گشته، امید دیده اش بر خاک گشته. گل مریم نشسته بر دم در، ز تنهایی گرفته دست بر سر. برا ای عشق بین حال خرابم، سکوت مرده ماتم سرایم. به هر سو بنگرم رنج و سیاهیست، فساد و خطبه و درد و تباهیست. گل یاس و گل میخک چه حالند، چرا چون سوک واران در بهارند. به یاد کشتگان ماه آبان، سیه تن پوش شد شهر و بیابان. ببین نسرین و نرگس را به زندان، به زنجیرند از پا تا به دندان. برا ای عشق جانم خسته گشته، پرم درد مردم بسته گشته. شده زاینده رودم خشک و بیاب، آتش بین بسترش را کرده بیتاب. هوا آلوده در شهر و بیابان، فقیران چشم تر سر در گریبان. ان ایران حاکم ایران زمینند، شکار مردمان را در کمینند.
دل دریا دلان بین خون چکان شد، ز درد خاک میهن پرفغان شد. مهاجر گشته ایرانی به دنیا، به هر جا کرده خانه باز تنها. برا ای عشق ای فریاد دلها، امید ماندگان پا به گلها. خروشی کن خروشی زندگی ساز، بدم در زندگی با ساز و آواز. برون کن این زمستان از تن خاک، نشان انگور شیرین بر سر تاک. خروشی کن بشوران مردمان را، که از بن برکنند ظلم جهان را. بسیار عالی، خیلی خیلی ممنونم، بسیار عالی بود، لذت بردم. خانم خطیبی، من شما رو اضافه کردم توی برنامه، هستید؟ اگه صدای منو دارید، آیا چون تو خروجی ما شما تصویر شما رو نداریم. ممنون، متشکرم. تصویر من متاسفم من تصویر شما رو ندارم، حالا دوستان دیگه نمیدونم تصویر شما دارن یا نه. نداریم. خب میخواید خارج بشید از لایو دوباره وارد بشید؟ ظاهرا این مشکل بله. امروز با اینترنت ضعیف بله. هست. بله، اگر لطف کنید مجدد. منم با اجازهت میخوام خارج بشم که دوستان دیگه رو بتونی دعوت کنی که فرصت بشه دوستان شعر بخونن. من دوست داشتم تو باشی و هر از چنگای شعرهای کوتاه کوتاه بخونی برای ما، لذت ببریم آخه. حالا در یه فرصتی دوباره من اضافه کنم. فقط من از دوستان خواهش میکنم که شعرهای کوتاه انتخاب کنن که به دوستان دیگر فرصت برسه و از توضیح اضافه هم پرهیز کنن. حالا غیر از ما خودمون که توی لایف هستیم، دوستانی هستن که اومدن اینجا شعر بشنون و ترجیحشون اینه که شعر شنیده بشه و از توضیح اضافه به نظرم پرهیز بشه بهتره. حالا من توی فرصت مناسب دوباره میام بالا براتون، اگر اجازه بدید شعر میخونم. حتما حتما. ممنونم، لطف کردی حامد جان، شب خوبی داشته باشی فعلا. خب من از دوستان دیگه دعوت میکنم، از آقای میرزایی من دعوت کردم، اگر بتونن دو مجدد به ما بپیوندن. درود بر شما جناب میرزایی عزیز، شبتون بخیر باشه. ممنونم جناب آقای قلادقی، ممنونم، سپاسگزارم. منم سپاس و درود دارم خدمت شما و دوستان گرامی که در لایو حضور دارن. سپاسگزاری میکنم از این شبهای شعری که گذاشتید. اونتا در ابتدایی هم میخوام بدونم که آیا فقط شاعرانی که شعر میگن دعوت میشن، یا این که میشه درباره شعر و زمینه های شعر، نمیدونم، مباحث شعر هم صحبت کرد؟ جناب میرزایی، حقیقتش ما اسم برنامه رو گذاشتیم شبهای شعر، ولی پایینش کوچیک نوشتیم که جمعی از شاعران و نویسندگان. خب شما از نویسنده‌های خوب کشورمون هستید، خیلی خوشحال میشیم که اگر مطلبی هست کوتاه در رابطه با موضوعی که فکر میکنید نیاز به توضیح داره حتما میشنوید. خب چون شبای شعره، من حتی پیشنهاد داشتم، حالا باز این چیزی که خودتون در گرفتید با این لایف همون باید اجرا بشه، ولی پیشنهاد من این بود که یه صحبتی در مورد خود شعر، شعرهای سنتی، شعرهای نو، نمیدونم اون نواحی جزئیاتی که در مورد شعر هست، اگه بهشون بخواد پرداخته بشه. حالا من نمیدونم، شما صاحب نظر هستید و دوستانی که در لایف حضور دارم. بله، یعنی فرصتی هم داده میشه گفتم صحبت بشه. امروز دومین برنامه از این مجموعه هست. ما اولین روز هم اعلام کردیم
این برنامه رو ما یک کودکی هست که میخوایم در واقع رشد پیدا کنه و بزرگ کنیم و در آینده قطعا نقد شعر خواهیم داشت از اساتید. من دعوت میکنم که حتما بیان شرکت بکنن و دوستان که شعر میخونن فقط صرفا خوندن شعر نباشه و در مورد اشعار نظر و نقد هم بشه، در واقع تبدیل بشه آخر برنامه هم تبدیل بشه به نقد شعر که یا توضیحاتی در رابطه با اشعار که فکر میکنم جو مفیدتر هم خواهد بود. خب امروز میدونید که اول بهمن ماست و نامگذاری شده به نام تولد فردوسی. حالا این مثلا صحت داشته باشه یا نه، خب فردوسی مال 1000 سال پیشه و دقیقا کسی روز تولدش رو نمیدونه، اما خب امروز رو چون به این نام گفتن من آغاز میکنم سخنم رو با ابیاتی از فردوسی بزرگ، بعد این روی نوایسی که خواهیم داشت. در این خاک زرخیز ایران زمین، نبودند جز مردمی پاک دین. همه دینشان مردی و داد بود، و زن کشور آزاد و آباد بود. روح این بزرگمرد شاد. اگر اجازه بدید من مختصری در مورد شعر و اقسام شعر، البته خب میخوام فقط تیتروار بگم، حالا اگر برای هفته‌های بعد جلسات بعد وارد جزئیاتش اگر قرار شد بشیم من وارد بشم و ادامه بدم. شعر میدونید که از کهن‌ترین گونه‌های ادبی و شاخه‌ای از هنره، یک کلام موزون و آهنگین و ریتمدار. خب مزیت شعر به نثر اینه که شما اگر بخواید یه مبحثی رو در نثر بگید معمولا ممکنه فرضاً چند صفحه، 10 صفحه، 20 صفحه، 50 صفحه بشه، ولی همون 10 صفحه رو میشه در یک بیت شعر آورد و خلاصش کرد. یک بیت شعر، یک مصرع از شعر رو، یا حتی یک کلمه از یک مصرع از شعر رو میشه در چند صفحه گنجون. مثلا من اگه بخوام راجع به بشنو از نی، چون حکایت میکنه راجع به همون کلمه بشنو، اگه بخوام صحبت کنم میتونم 20 دقیقه راجع به همون کلمه که مثلا چندین صفحه از کتاب میشه رو فقط براتون بگم. بنابراین این مزیت شعر، شعر میگم در یک بیت یا یک غزلی که گفته میشه ده تا 15 تا مثلا بیتی که داره میشه کلی مطلب رو ازش استخراج کرد. البته در مورد شعر سخن گفتن خیلی سخته، سخت از این نظر نه که مثلا اگر بخوام اون کلام تخیلی که شعر نو داره بگیم، نه، این شاخه بالایی که به شعر افزودن، حالا اون ادیبان به سبک و سلیقه خودشون ما باعثی رو که شاخ و بالایی که آوردن، واقعا شعر رو خیلی سخت و پیچیده کردن، خصوصا شعرهای عروضی. میدونید ما دو نوع در دستبندی اول دو نوع شعر داریم، شعر عروضی و شعر نو. شعر عروضی واقعا شاخ و بالهای بسیاری داره، یعنی اگر کسی بخواد شعر بگه اول باید بره اون مقدماتشو یاد بگیره، وزنهاشو، نمیدونم برهاشو و قافیه هایی که حتما باید بیاره، ردیف هایی که باید ردیف کنه و اینجور مباحث شد. اگر میتونم ادامه بدم اگر جناب میرزا خیلی کوتاه، چون که دوستان زیادی هستن که قرار هست شعر بخونن، فکر می‌کنم که حالا در برنامه‌های بعدی می‌تونیم در انتهای برنامه، بله منم گفتم به صورت تکرار می‌خوام عنوان کنم، بله گفتم سخته، ولی در واقع اگر اون شاخ بالا رو حذف کنیم شعر سخت نیست. شما اگر یک کودک 3-4 ساله رو ببینید در حالی که داره بازی می‌کنه، گاهی اوقات دوست داره مثلا با عروسه ای که دستشه یه چیزایی میگه که ریتماره، یا مثلا کسی رو پیدا نمی کنید به نظر من در دوران نوجوانی که
که شعرهایی یا مثلا ادبیاتی یا کلمات موزونی برای خودش نگفته باشه. منتها یه سری اومدن اینو ادامه دادم و در مثل یه نقاش، همونطوری که همه نقاشی نقاشی هایی میکشن، ولی یکی حرفه‌ایه در مورد شعر هم به همین صورته. ما اگر بخواییم باید جزئیات شعر بشیم، گفتیم شعر بحثش گسترده است. اگر بخواییم در مورد خصوصا اون وزنها و برهای شعر بشیم، من اگر اجازه بدید ببینید، فقط یه مطلب میخوام راجع به شعر عروضی بگم. شعر عروضی، مثلا وقتی میگیم شعر عروضی، خودش 11 نوع شعره. بعد مثلا غزل، مثنوی، قصیده، ترکیب بند، ترجیب بند، مستضاد، تشبیه و انواع اقسام. یه گفتم حتی 11 نوع تقسیم بندی کردم. یه نمونهش فقط من اینجا بگم، تفاوت مثلا مثنوی و غزل رو. البته میگم شما خودتون استادی، برای دوستانی که در لایو هستن میخواین تکرار بشه این بحث. میگه بشنو از نی، چون حکایت میکند از جدایی ها، شکایت میکند. تو این مثنویه، ببینید، حکایت میکند، شکایت میکند. که از نیستان تا مرا ببریدن، در نفیرم مرد زن نالیدن. ببینید بیت اول اگه نگاه کنید، حکایت، شکایت. بعد در بیت دوم که گفتم از نفیرم مرد زن نالیدن، اون نالیدن و کزنه اسلام را ببریدن نالیدن، اون ببریدن و نالیدن. اما اگه بخواد بسید غزل باشه، اکثرا دوستانی که توی برنامه لایو شرکت کردن، برحال 90% دوستان شاعر هستن و مطمئنا باید شاعران این چیزها رو در واقع جزو مقدماتی هست که باید آشنا باشن باش. فکر میکنم که خیلی از دوستان با این موارد شاید یادآوری شد براشون خیلی مطالب. صد درصد من یادآوری. منتها خب گفتم آنچنان گسترده است که حتی شما اگه یه دبیر ادبیات رو بخواید بیارید مثلا وارد بحث موضوعات بشه، یا استاد دانشگاه رو، همون اگه بخواید بگید این شعر مثلا چی هست، شاید نتونه اون با میکنه. یعنی اینقدر گستردهش کردن. مالا گفتن که مثلا شعر 11 نوه، بعد 11 نوش وقتی میری تو برهاش، مثلا چندین بره، اون بارش نمیدونم، هر از داشت خودش شمی نمیدونم جزه. ولی این نیازمند اینه که دوستان دیگه اگه علاقمند هستن مطالعه بکنن در این رابطه. فکر میکنم که خیلی اونایی که علاقمند هستن پیگیر باشن این مطالب رو، اگر میتونن مطالعه کنن. اگر هم که دوستانی که فیدبک های مثبتی نسبت به این جور توضیحات جناب میرزایی دارن، حتما در برنامه های آینده در انتهای برنامه میتونیم اختصاص بدیم به عزیزانی که خیلی علاقمند هستند بیان و شعر بخونن. خیلی ممنونم جناب میرزایی، خیلی استفاده کردیم از صحبت هایی که فرمودید. ممنونم. بله، من اول برنامه اعلام کردم، گفتم اگر نیازی هست راجع به این قضیه صحبت بشه، اگرم نه که بله، شما خود نظر هستید، همونطوری هم که گفتید اساتید آگاهی دارم. منتها حالا خب ما مقدمتا یه سری چیزها رو گفتیم که اگر به قول شما خواستن درخواستی بود برای ادامه که ادامه میدیم، اگر هم نه که ما از شعرهای خودمون براتون میخونیم. بله، خواهش میکنم. در هفته آینده در خدمتتون هستیم. خوشحال میشیم که از شعراتون بشنویم و استفاده کنیم. برای شما و همه دوستانی که در لایو الان حضور دارن و دوستان دیگه که حالا بعدا به شما پیوندن، آرزوی موفقیت و سلامتی. متشکرم، مرسی، سلامت باشید. موفق باشید. خب خیلی خوش آمد میگم جناب آقای اوائل نجات. خوشحال میشم که امروز شعر جدیدی از شما بشنویم و خیلی خوشحالم که مجددا شما رو داریم در برنامه. درود و عرض ادب و ارادت خدمت شما و دوستان عزیز. خدمت شما عرضم که من دوست داشتم اول یه شعر از خودتون بشنوین، چون شما معمولا خوب فروتنی میفرمایید و خب
حق خودتون رو واگذار میکنید. خواهش میکنم. خیلی از شما بشنفیم بعد. حقیقتش من یه لیست بلند بالایی دارم اینجا که دوستان درخواست کردن شعر بخونم، بعد من واقعا احساس کردم که ضروری تر هست که دوستان بیان بالا. اگر آخر برنامه فرصت شد حتما 100% من در خدمت هستم، شعر میخونم برای. خواهش میکنم. فقط من دو تا از دوستانم دعوت کرده بودم، ولی فکر کنم اینقدر صحبت ها طولانی شد که فرصتی نباشه که بخوام دعوت کنیم. مشکلی نیست، شعر انقدر دلنشین هست که ما میتونیم ادامه بدیم، دو ساعت میتونیم برنامه داشته لایو باشیم. لایو ادامه بدیم، فکر کنم خیلی فرصت، وقت صحبت های دیگر رو زرفت از فرصت شعرخانه کم بود. بله. خب چشمم اطاعت امر میکنم و یک غزل تقدیم میکنم. قربانی اهالی وعد وعید شد، قربانی اهالی وعد وعید شد، دردا که درد مشترک ما شهید شد. تا پا شدیم اقامه ببندیم، صبح بود تا آمدیم روزه بگیریم، عید شد. در گیر و دار این همه هر کی برای خود، حتی امید از همه جا ناامید شد. شرمنده نگاه پر از شوق باغ که ترس انار کاشته بودی بید شد. چشمم که شکل سیب غزلهای تازه بود، ترسید که لهیده شود، رفت و دید شد. ای آرزوی رو به محالی که کم کمک تشمان ما به آمدن تو سفید شد. انقدر پا زدیم بدون تو کوچه را تا شور گریه های تو در ما شدید شد. آن وقت وقت برف غزل بود و گونه هام در بارش شبانه شعرم سپید شد. پا شد و رفت سمت خیالی که خام بود، دستی که خود قلم شد و شکلی جدید شد. بعدن به روی صورت این شعر و دست من پاشید خون سرخ اناری که بید شد. مشکرم. بسیار عالی، خیلی ممنونم، خیلی عالی بود، لذت بردم. خب خانم خطیبی، خوشحالم که تصویر شما رو هم مجدد که پیوستید داریم. خیلی خوشحال میشم که یه معرفی کوتاه از خودتون، از مجموعه‌ای که منتشر کردید، خیلی کوتاه فقط به قول دوستان بفرمایید و بعد یه شعری هم ما رو مهمان کنید. سلام از میکنم خدمت دوستان عزیزم، خیلی خوشحالم که تونستم در جمعتون باشم و از شما هم ممنونم که منو در جمع خودتون پذیرفتید. من 25 سال شعر میگم که حاصل این 25 سال دو تا مجموعه شعره که در سال 84 اولیش به چاپ رسید به نام سیب‌های برهنه و دومیش هم که همین به ماه 1400 یعنی یک ماه پیش چاپ شد به نام باکوس که از نشر آفتاب در نروژ به چاپ رسیده که نسخه چاپی کتاب در نروژ هست و فایل پی دی افش بعد به دست من رسیده. الان من یک شعر براتون میخونم، امیدوارم که خودتون خوشحال میشید. بفرم. من زنیست هر جایی که هر شب وسوسه آمدنش دنیا رو پر میکند، روزها به خانه خدا می رود تا با او دلامیزد.
کودکان ستاره متولد می شوند. آنها شبیه مادرشانند. روسپیان کوچک نورانی که لطافت نگاهشان به تمام اندام می نشیند شبیه پدرشان. بسیار عالی بود. عالی بود. خیلی خیلی ممنونم بابت اشتراک این شعر. لذت بردیم واقعا. خیلی خوشحال متشکرم. شب خوبی داشته باشید. اگر مرسی ممنون. دست کنم که به دوستان دیگه برسیم. ممنونم بابت این در واقع گذشتی که داشتیم. خواهش میکنم. خدا نگهدار. خب جناب اولی خوشحال میشیم که آیا اولی نژادی شعر دیگه ای هم از شما بشنویم امشب. چش من یه غزل کوتاه بخونم که زیاد وقت برنامه گرفته نشه. خواهش میکنم. مسافر سفری سخت هولناک شدم که زندگی و تا آمدم هلاک شدم. قرار اول ما عشق بود، عشق اگر برای هر چه بلا نیست سینه تاک شدم. نه عشق بود و نه حرفی برای گفتن ماند، فقط هلاک شدم. ها فقط هلاک شدم. مواظب سفرت باش، هم سفر با من که بال می زدم اما اسیر خاک شدم. همیشه خست و در گیر گیرها بودم همیشه آسی یک مشت استقاک شدم. چه سود بردم از زنگ زندگی جز این که استخوان شدم آخرتر و پلاک شدم. درود ارادت. بسیار عالی بود. ممنونم. خیلی عالی بود. سپاسگزارم. جناب قرارداد، من دو تا دوستان جناب مسعود سیفی و آقای حسین تقلیدی اگر هستن درخواست میکنم که محبت کنید اضافه کنید به شعرخوانی. بله حتما. از حضور مرخص بشم و فرصت رو به دوستان بدم. خواهش میکنم. خیلی خیلی ممنونم. لطف کردید دوستانی که جناب آقای ابوعلی نژاد اسمشون رو بردن اگر توی لایف هستند درخواست بدن، من حتما میارمشون بالا که شعر بخونن. متشکرم جناب آقای ابوعلی نژاد. من رخصت میطلبم. قربون شما برم. مرسی. ممنونم. شبتون بخیر باشه. خدا نگهدار. بله آقای آبتین پوریای عزیز، خیلی خیلی خوشحال که شما هم به ما پیوستید امشب. برای اولین بار با شما مکالمه می‌کنیم آنلاین. دیگه الان وقتی کرونا اومده دیگه همه حضوری‌های ما به صورت اینترنتیه. بله خیلی خیلی خوشحالم که امشب به ما پیوستید. تندرست باشید. منم خوشحالم. خواهش می‌کنم. در خدمتتون هستیم. شعری بخونید اگر فکر میکنید نیاز هست. البته ما که میشناسیم شما رو، اگر نیاز هست یه معرفی خیلی خیلی کوتاه. تندرست باشید. معرفی که فکر میکنم نیاز نیست. دوستان اگر که بخوان میتونن تو پیج خودم بیان منو بشناسن. البته خب به قول میگن چندان چیز تحفه یا میسن بخوان منو بشناسن، ولی اگر خواستن تشریف بیارن به پیج خودم و منو بشناسن اونجا و داشته باشن مطالب رو. میگن که یک شعر وقتی که شعر زیبایی ارائه میشه 10% اینه که شعری رو زیبا بسرایید، 90% اینه که شعر رو زیبا بخونید. که کلا من شعر خونیم خیلی داغونه، اینو جلو گفتم. حالا که اینترنت هم خرابه و من 950 بار رفتم اومدم که دیگه افتضاح شد. اینه که اگه تو کدی شد یا قد دعوتت کردم اتفاقا عذرخواهی میکنم. من 70 بار رفتم اومدم، نت داغونه، باید ببخشید. آره من چند تا مجموعه
آره چند تا مجموعه شعر دارم که احتمالاً دوستان میدونن، خودتون هم میدونید. یه دونش کلا توی ایران منتشر شده، اگه اجازه بدید برای که فردا برام بامبول در نیارن چون ماجرا دارم. فعلا از همون مجموعه که توی ایران منتشر شده من یه شعر براتون بخونم، مجوز ارشاد و پرشاد اینا داره. بعد اگر که خواستید و وقت بود اینها، باز از مجموعه های خارج از ایرانم میخونم. من ممنون هستم. مجموعه های بی مجوز بخونید که ما بیشتر لذت ببریم. حالا البته همین شعرم که من الان میخوام براتون بخونم، شاید باور نکنید که من مجوز این رو دارم و توی ایران نشرش دادم، الان براتون میخونمش. ولی از اون هم اگه خواستید چشم، من چند تا الان دم دست دارم اگر وقت بود. چشم، متشکرم، لطف. میگه که زندگی چیز بدی هست که من میدانم، زندگی چیز بدی هست که من میدانم، نکبت مستندی هست که من میدانم، نکبت و ذلت هر روزه و هر شام ما اثر حکم یدی هست که من میدانم، آن که ما را به چنین نکبت دون کرد اجبار، حاکم مستبدی هست که من میدانم، قصه ها در دل هر زنده دلی بسیار است، رقم آن عددی هست که من میدانم، هر که او صاحب فهم است و خرد یک ذره، هر که او صاحب فهم است و خرد یک ذره، دردهایش به حدی هست که من میدانم، روی نقش قلم هر سر آزادندیش جای پای لگدی هست که من میدانم، تخت تخت شدن قایق دریای دلم از پی جزر و مدی هست که من میدانم، گفته بودند شود قوره به صبر تو شراب، آری اما شودی هست که من میدانم، قرعه هر یکی از ماست به غم یا شادی، نام ها در سبدی هست که من میدانم، آن که از درد تهی هست و فقط احساس است شاعر بی خردی هست که من میدانم، آن که او نام مرا با صفت بد میبرد غرق در یک حسدی هست که من میدانم، سالها از پی هم آید و هر سال بتر این دهه از نبدی هست که من میدانم، این شعر مال دهه نبده، آن که نامش آبتین هست و چون این غمناک است در پی سر به قدی هست که من میدانم. تموم شد. بح، خیلی عالی بود، خیلی عالی بود، درست باشد. متشکرم، عالی بود. حالا پس فعلا تشریف داشته باشید تو لایو که بشینیم از این بی مجوزای یه مقدار بیشتر گوش بدیم. چشم، این مجوز داشته بده. نه اون مجوزایی که قولشو دادی. چشم حامد جان، تصویرت رو من باز ندارم ولی صدات رو نمیدونم دارم یا نه، اگه باید صحبت کنیم ببینم دارم یا نه. پس من مجبورم دوباره خارج شم. آره دوباره. فکر کنم باید مجدد وارد بشی که بتونم تصویرت هم داشته باشم. آقای فریدون، آقا محمد، من دعوتتون کردم، اگر امکانش رو دارید وارد برنامه بشید خیلی خوشحال میشیم شما هم داشته باشیم توی برنامه. حالا تا ایشون تشریف میارن مجدد ما رجوع میکنیم با آقای حجبری. آقای حجبری شما به هر حال. چشم، این یه غزله. جز این دل دیوانه در این خانه کسی نیست، بغضی به گلو رفت و به سینه نفسی نیست، رخسار به خون شسته به درگاه نشستی، این عشق چه عشقیست که در آن هوسی نیست، کشته است به مژگان سیاهش دو سه عاشق، خون ریخته اما که خدایا اساسی نیست، با مشعل خاموش در این شهر بگشتیم، صد خیمه بدیدیم و نشان از قبسی نیست، بر درگه و دروازه نشستیم شبانگه، سر قافل خسبیده و
بانگ جرسی نیست. ای دل مکن از حسرت دیدار شکایت، بازی به قضا رفته و فریاد رسی نیست. به به به، خیلی خیلی ممنونم، خیلی عالی بود، متشکرم. خب جناب آقا محمد عزیز، خیلی خوشحالم که شما به ما پیوستید، صدای من رو دارم داشته باشید. فدای شما، صدا میاد جای فرداغی؟ بله بله صداتون رو داریم. خدمت شما هست شود که من قابلی هم ولی سلام چشم من یه چیزی میخونم. یکی دنبال روزی است از سطل زباله، یکی هم میخوره مرغ و ماهی فیله گوساله، یکی کاخهای مجلل داره باغ و گلستان، یکی شبها باید بخوابه تو گورستان، یکی ماشین سواری با فراری در خیابان، یکی پای برهنه در برف و سرمای زمستان، یکی راضی و خندان میرخصد شادمانه، یکی هم گریان و خونین دل بود از این زمانه، یکی آمر و فرمانده از نسل شاهان، یکی هم انبر و بیپول از گدایان، یکی فرزند خان است و چند لاله داره، یکی هم بینوا لختپتی مادر نداره، یکی دنیا به کامش شیرین است و خوشبو، یکی در منجلاب خسته شده از این همه بو، یکی تجارت خانه داره توی بازار، یکی کلیه میفروشه از روی اجبار، یه جمعی بیخبر از حال مردم در کیف و لذت، اکثریت مردمی گریان و نالان از درد و مهنت. ببخشید شرمنده. بسیار عالی، خیلی ممنونم. صدای شما یه مقدار ضعیف میاد. خیلی خیلی ممنونم، شعر جالبی بود، استفاده کردید. خواهش میکنم. متشکرم، ممنون، شبتون بخیر باشه. مرسی حامد جان. جناب آقای رضایی رو من فکر میکنم دو بار اد کردم. اگر آقای رضایی، محمد رضایی عزیز، اگر تو لایو هستند یه درخواست بدن. ما کار برشون بی نقطه بود، درسته؟ من مجدد این ویت میزنم، امیدوارم که این بار بتونن وارد برنامه بشن. با این اینترنت ضعیف شانس ما ایران، یا آبتین جان میشنویم از شما تا چشم. یک دقیقه من فرصت بدید. چشم. الان آقا من عاشقانه بخونم یا از اون نا بخونم؟ عشق معمولا یه چیز پریوات خصوصیه برای دو نفر یا سه نفر یا چهار نفر، ولی درد جامعه عمومیه، فکر میکنم اینا خیلی بهتر باشه. الان من شما هم استادی توی درد جامعه رو سرودن. چون ممنوعهای من هم عاشقانه ها ممنوع شده، هم این مدلی ها ممنوع شده، کلن همه چیز ممنوع از چشم. بس ها مملکتی که توش عشق هم ممنوع باشه. بله بفرمی. شیخنا، روزت اگر تار شده مشکل توست، شیخنا روزت اگر تار شده مشکل توست، روح تو خسته تنت زار شده مشکل توست، تو اگر با دو سه تا روسری پس رفته هیکلت داغ و گرفتار شده مشکل توست، شهوتت کار اگر داده به دستت چه به ما، جگرت نیز شرربار شده مشکل توست، با تلگرام اگر جامعه روشن شده است وارد اصل سکولار شده مشکل توست، جهل اوهام و خرافات اگر کم شده است، دزدی از قافل دشوار شده مشکل توست، اگر از این که تو منفور جوانان شده ای در دلت کینه تلمبار شده مشکل توست، احترامت دگر از پیر و جوان ناپیداست، چرخ گردون تو کچکار شده مشکل توست، اگر از این که سه تا سیقه به منزل بردی همسرت از تو طلبکار شده
مشکل توست، جنبش ضد حجابی که مسیحا ورده صاحب خیل طرفدار شده. مشکل توست راهیابی زنان در حرم ورزشگاه مانع کار تو انگار شده. مشکل توست جان جدت سر ما عقده نفرما خالی، بر دلت درد سزاوار شده. مشکل توست شاعری های هواها هواخواه تو خاموش شدند، آبتین شاعر اشعار شده. مشکل توست. بله مشکل توست حامد جان. من باز نمیدونم، فقط صدا تو دارم ظاهرم. نمیدونم این مشکل چیه. آقای میکنم یه مقدار اینترنت ایران مورد داره، چون آقای محمد رضایی را من هرچی عد کردم متاسفانه عد نشدن. حالا آقا منم از ایران نبود. شما از ایرانی ولی انقدر ممنوعه خوندی که دیگه میترسن از اینترنت رو بهت ندم. آره ایران شما فهم. من میتونم یه پیشنهاد بدم؟ من این مشکل داشتم، خب رفتم اون کشه اینستاگرام رو حذف کردم، درست شد. شاید دوستان این کار بکنم درست بشه مشکلش. بله پس دوستانی که مشکل ورود به برنامه یا تصویر دارن این کشه اینستاشون رو خالی بکنن که بتونیم تصویرشون هم داشته باشیم. حالا تا این دوستان کشه گوشیشون رو خالی میکنن، ما از عزیزان دیگه دعوت بکنیم. ببینیم از عزیزان. خانم یلدا متاسفانه درخواست داده بودن ولی ما نتونستیم داشته باشیمشون تو برنامه. درود، شما هم تصویرتون رو متاسفانه نداریم. آقای الله برنی صدای شما هم ضعیفه. درود، وقت خیر. سلام هستم. خوبی؟ ممنونم، مرسی. خوبی شما؟ خوش میذاره. اوقات به کام. متاسفانه قطع شدید شما. دوستان میان بالا و قطع میشن. حامد جان الان ما باز تصویری از تو متاسفانه نداریم و صدا داریم. حالا من فکر میکنم دیگه مهم نیستش، چون من میخواستم یه چند تا جمله کوتاه عرض کنم خدمتتون و از جمعتون خدافظی کنم. حالا امشب اینطوری پیش اومد. من یه ذره راستش گله‌مندم از دوستان که در لایف تشریف آوردن. اینجا به نظرم زیباتر بود که ما شعر بشنویم تا یه تریبون سیاسی بشه. یا من مخالف شعر سیاسی نیستم، ولی به نظر من اگر ما میخوایم در یک شب شعری شعر سیاسی هم بخونیم باید اون شعریتش غالب باشه. ولی متاسفانه روند جلسه امروز جوری بود که دوستان به نظر من اصلا شعر براشون در وهله دهم بود و بیشتر اومده بودن یه سری حرفایی رو بزنن و من نمیدونم. حالا متاسفانه جان، خب به هر حال اینا باعث میشن که تجربیاتی برای برنامه‌های آینده ما داشته باشیم. حالا ممنونم بابت این توضیحات. درسته، خب به هر حال این که اولی موزل جامعه ما همین موزلات اجتماعی و سیاسی هست و دوستان دلشان بسیار پر و مخصوصا شاعران دلشان پرتر. حالا سعی میکنیم که تو برنامه‌های آینده بیشتر به شعر بپردازیم تا به سخن، که به دوستان دیگه‌ای هم بتونیم وقت بدیم که بیان و امکان
در واقع شعر خوندن رو داشته باشن. عزیزان دیگه هم بودن که متاسفانه ظاهرن مشکل اینترنت هست نتونستن بیان بالا یا اومدند و بعد قطع شده برنامه هاشون. خب حامد جان ادامه بده، معذرت میخوام صدا گفتارت هم قطع کردم. نه خواهش میکنم، میگم حالا یه ذره نمیدونم بگذاریم. من با اجازتون یه دو تا شعر کوتاه میخونم و از حضورتون خداحافظی میکنم. حتما حتما میشنم. پرنده موشکی که فضلش خانه را ویران میکند، آسمان سیاهی غلیظی بالای شهر و پرواز آژیری است در رادیو، درباره همه چیز اشتباه فکر میکند کودک زیر آوار. و یک شعر کوتاه دیگه. بله حتما. آقای خوشبری هم مثل اینکه اینترنتشون قطع شد، قطعی اینترنت به خارج از ایران هم داره یواش یواش سرایت میکنه. حامد جان بفرمایید. ماری پوست میاندازد، عقابی منقارش را به صخره‌های سخت میکوبد، کشاورزی زمینش را شخم میزند، امید زخم‌های زیادی بر تنم زده است. ممنونم. خیلی عالی، متشکرم حامد عزیز. خیلی عالی بود، خیلی خیلی ممنونم، لطف کردی و من همیشه شکرگزار تو هستم که در واقع پیشنهاد این برنامه هم از تو بود و همیشه با این پیشنهادهای خیلی خوب ما رو غافلگیر میکنی و به هر حال آثارت که همیشه دوستشون دارم و لذت میبرم از شنیدنشون. خواهش میکنم. من با اجازهتون مرخص میشم که فرصت به دوستان دیگه برسه شعر بخونم. بله حتما، متشکرم. حتی آقای محمد رضایی رو من چندین بار اضافه کردم، متاسفانه نمیدونم حالا باز همون مشکل اینترنت ایران هست یا مشکل دیگه ای، متاسفانه نشد که در برنامه حضور. بله من با اجازهتون مرخص میشم. متشکرم، مرسی، لطف کردی. خب آبتین جان ما شعر آخر شما رو هم بشنویم و دو نفری شدیم دیگه. نه آره دیگه فعلا دو نفری هستیم تا من دوستان رو اگر پیداشون بتونم بکنم توی برنامه اضافه کنم. اگر دوستانی هم هستن که من اینجا نمیتونم پیدا کنم لطف کنن درخواست بدن تا من اضافهشون کنم توی برنامه. خب من شعری رو میخونم که هیچ جا منتشر نکردم، فقط برای دل خودم نوشتم، ولی خب فقط عاشقانه، یعنی اصلا عاشقانه نیست، نگاه ظاهرش نکنید. واه واه، آره از این جور شعرها خوبه که بشنوید. لطف دارید، هنوز که نخوندم، شاید خوشتون نیاد. اصلا اینجوری که تعریف کردی مشخصه که نابه. قطره ای را جمع کن دریا گرفتن پیشکش، قطره ای را جمع کن دریا گرفتن پیشکش، روی بام خانه رو عنقا گرفتن پیشکش، درد دلهای مرا بشنو فرار از من نکن، در دل آغوش من مأوا گرفتن پیشکش، بوسه در پس کوچه ای از لب بده بی درد سر، در عاشقانه در دل من جا گرفتن پیشکش، پیش چشم من نمایان شو ببر دل را بس است، زیر پلک چشم من معنا گرفتن پیشکش، بر سرم پتک رفیقان خودم را هی نزن، با رقیب مدعی دعوا گرفتن پیشکش، هی دوباره هی دوباره گول عاشقهای فرضی را نخور، انتقام سخت از دنیا گرفتن پیشکش، شرق و غرب خانه من را معطر کن بس است، شهر جابلقا و جابلسا گرفتن پیشکش، از برای تو تب یونجه کفایت می کند، هی کووید 19 حالا گرفتن
پیشکش آبتین پوریای شعرگو را دوست شو کاخ صدرنگ دل او را گرفتن پیشکش. به به عالی بود، مرسی. دیدی گفتم تندرست باشه، حتما شعر خوبیه که تعریفی که اولش کردی واقعا برازنده بود، خیلی عالی بود، ممنونم، لطف کردی. خیلی خوشحال شدم منم که بودم در لایو شما. خواهش میکنم، باعث افتخاره که همیشه همراه هستی و هم از شعرات استفاده میکنیم هم از مطالبت همیشه توی مجموعه استفاده میکنیم. لطف دارید، خوشحال شدم. خواهش میکنم، دیگه تقریبا یک ساعتمون پر شد و جمع‌بندی کنیم برنامه رو کم کم. و جناب حجبری، میخواید اول شما بخونید بعد طبق درخواستی که دوستان کردم من یک کوتاه بخونم یا هر جور شما صلاح بدونید؟ شما اول بخونید. خواهش میکنم، من یه خیلی کوتاه، چون حقیقتش خیلی نمیخواستم امروز شعر بخونم بخاطر اینکه دوستان بیشتر علاقمند بودم که شعر بخونن، یه شعر خیلی کوتاه میخونم. چند وقتی پیش، البته شعر نیست، یه متن خیلی کوتاهی برای بکتاش آبتین من نوشته بودم، اون رو میخونم. که بر دروازه قلعه ضحاک جارچی مرگ سوهان میکشد بر اعصاب آزادی، زنجیر نعره میکشد در کشالی قلمت و آفتاب در انقیاد کلماتت میسوزد، آرام چون بلوغ در سینه های بلورین شهر، مرگ قبای تو نیست تا هنگامه استبداد سرایت. اینم تقدیم شد به بکتاش آبتین عزیز که متاسفانه چندی پیش در واقع از دست دادیم. بله بفرمایید جناب. خیلی زیبا بود، متشکرم. ممنون. من بخونم؟ آدی آخرین شعرم شما بخونید و بعد دیگه برنامه رو شروع کنید. این یکی از کارهایی که من دوست دارم کنم به شعر در آوردن داستان هاست. این داستان خر مقدس. کار داره. بود کاسب کار رندی در قدیم، گشته با شیطان رفیق و دل ندیم، همدمش بود استری فرتود و زار، استخوانی گشته از انبوه کار، بر سر بازار روزی دل اسیر، دید حاکم با وزیرش در مسیر، جست از جا با سری افکند زیر، کرد تعظیمی بلند و دلپذیر، پادشاها جان نثارت بودم، سر فدا و خاک پایت بودم، استری دارم ز اعجاب خدا، نور حق تابیده ای نور الهدا، راکبش گر باشدی معصوم و پاک، کعبه را بیند برای آب و خاک، ور بودی او غافلی دنیا پرست، بیندش ما مردمان خود پرست. گشت شه حیران از گفتار او، مانده در فکر خود و کردار او، مانده گر این ماجرا باشد یقین، آشکار خلق گردد مرد دین. پس بفرمودش وزیر خیش را، آن سیاست باز نادرویش را، برنشیند بر پس استر به زین، بیندش با چشم خیشش خان دین، امتحان خر کند روشن به خلق، یا بدرد جامعه تزویر و دلق. شد وزیرش بر پس استر سوار، لیک خر را دید و تاج شهریار، ترس کفرش گشت غالب بر روان، گفت می‌بینم جهانی از نهان، چون شنیدش آن سخنهای وزیر، گشت حاکم از پس اسبش به زیر، جست بر پا و به پشت خر نشست، دیدگان را لحظه ای بند ببست، دیده چون بگشاد خر می‌دید و خیش، بر پس خر خیش او زار و پریش، گر وزیرش دید دنیای نهان، شاه بیند، شاه می بیند ورای آن نهان،
گفت بینم یثرب و شهر خدا، مسجد الاقصی و کفر از هم جدا. حرف شهر را چون شنیدن مردمان، خر مقدس گشت بی شک و گمان. موی خر شد قیمت صد کیس زر، شد شفای مردمان در به در. چقدر خوب. بسیار مرسی، عالی بود، ممنونم، خیلی عالی بود. بله، این حکایت ها، البته ما نیاز داریم بیشتر به حکایت هایی که بیشتر با حیوانات و اینا تمثیل میکنیم، متاسفانه در سرزمین های استبداد زده باید از این شیوه ها استفاده کرد. بله، خیلی خیلی ممنونم، لطف کردید هر دو عزیز و دوستان دیگه ای که در برنامه شرکت کردن. برنامه رو کم کم فکر میکنم که ببندیم. خیلی از همه عزیزان ممنونم که صبر و تحمل کردند و برنامه رو به دیدار و شنیدار نشستند. تا هفته آینده که بتونیم یه برنامه دیگه ای هم در خدمتتون باشیم. ضمناً عزیزانی که علاقمند هستند به اجرای برنامه شعر، یعنی شعر بخونن اینجا، و همینطور اگر اثری رو جدیدن منتشر کردن که فکر میکنن که نیاز هست که معرفی بشه، ما به صورت رایگانی کار رو برای عزیزان انجام میدیم که تو این برنامه بتونن آثارشون رو معرفی کنن تا بیشتر شناخته بشه، و ضمن این که از همون اثرشون میتونن شعری رو همینجا بخونن، و برای هماهنگی هم میتونن به اکانت آقای بوفت در اینستاگرام مراجعه کنند و درخواست بدن و در لیست مهمانان قرار بگیرن. خیلی خیلی ممنونم از همه عزیزان، شب خوبی داشته باشید و همچنان در پناه خرد. با شب همه دوش پاینده باشید. استفاده کردیم خیلی زیاد. شب خوش. شب پاینده باشید. www.audiobook.com